مجازی، مثل این خاله زنک ها، مثل این، واقعا اینا هیچ کاری تو زندگیشون ندارن انجام بدن، هیچ کاری ندارن تو زندگیشون انجام بدن، شروع کردن به تخریب من. یه آقایی به اسم مهران کمالپور که هیچ کاری برای من نکرده تو این جریان، اصلا من نمیدونم این آقا کجا بوده، چی بوده، قضیه چیه، شروع کرده برای من لایو گذاشته که اگه ما نبودیم تو الان تو چین نبودیم، مگه شما ویزای منو گرفتین؟ خانم سالار محترم، مگه شما ویزای منو گرفتی که انقدر از من طلب داری؟ مگه شما 12 شب تا 6 صبح رفتی راه مانیلا و برگشتی پای سفارت چین نشستی تا صبح که انقدر ادعا داری اگه ما نبودیم تو الان توی چین نبودی؟ چه کار کردین برای من غیر از که دو تا لباس برای من گرفتن که هیچ کدومش سایز من نیست، من خودم اینجا تو چین دوباره رفتم لباس خریدم. همچنین میگن ما این کار کردیم اون کار کردیم، بریم حساب کنیم چرتکه بنزیم ببینیم کلا چقدر پول پرداخت کردیم، در صورتی که من اصلا آقای زرابی شما مدیونین اگه نیان و اینو نگین، من اصلا از کسی کمک مالی نخواستم. تنها چیزی که گفتم، من اولین باری که اومدم و با آقای زرابی مطرح کردم که اشتباه کردم با ایشون مطرح کردم، ایشون کودک سیاسی هستن، آقای زرابی کودک سیاسی است، یک کودک سیاسی هست ایشون، با همه احترامی که برای ایشون قائلم. ایشون، من باشون مطرح کردم چون اون موقع به ایشون خیلی بیشتر از اینها اعتماد داشتم، خیلی روی ایشون حساب میکردم، به خاطر اینکه در کشوری که من بودم من لباس سمبل ایرانی لازم داشتم و در کشوری که بودم اونجا کسی نمیتونست این لباس رو تهیه کنه. آقای کیانی کانسپت که من با ایشون بارها و بارها صحبت کردم شاهد این حرف من هستن که من فقط مشکل لباس داشتم و از آقای زرابی خواستم که اگر کسی میتونه این لباس رو طراحی کنه، ایرانی میتونه این لباس رو طراحی کنه و به دست من برسونه، من از اون اگه صاحب برند باشه میام توی مسابقه رو یاد میکنم و به عنوان اسپانسر معرفیش میکنم. این همه چیزی بوده که من از آقای زرابی خواسته بودم، یه لباس با سامبل ایرانی که اون موقع من گفتم این لباس میخوام طرح میدون شهیاد باشه که بیانگر آزادی ایران باشه. شما تصور کنین سر یه لباس رسوندم اینجا که ما تو رو فرستادیم چین، شما خیلی غلط کردی که منو فرستادی چین. شما 3 هفته از 6 صبح از 12 شب تا 7 صبح تا 10 ظهر تا 5 بعد از ظهر توی سفارت نشسته بودین، یا من چجوری میان اینجور ادعای مزخرف میکنین برای من؟ واقعا نمیدونم چی بگم به این آدمایی که اینقدر چیپ، اینقدر واقعا بیشعور. خودتون خندتون نمیگه به مزخرفاتی که میگین ما اینو فرستادیمش چین؟ شما خیلی غلط کردی که منو فرستادی چین، شما خیلی بیجا کردی که میای این حرفو میزنی. کلی من سختی کشیدم، کلی من بیدار خوابی کشیدم، کلی من الان تحت شرایط استرس زا هستم، شما اونجا راحت نشستی لنگتو گذاشتی رو لنگت توی کشور ام این خیالت هم نیستش، دائم هم داری میگی که من ساکن کجا هستم برات مهم نیست که چه اتفاقی برای من میفته. شما یه مش انسان بی وجدان و بی وجود هستین که فقط منتظر بودین من مطرح بشم بیاین بچسبونی خودتون رو به بغل من. من متاسفانه من اینو دیر فهمیدم، خیلی دیر فهمیدم، یعنی شناخت اشتباهی ازتون داشتم و اینجا خواستم یه سری شفافسازی بکنم. من به هیچ حزبی، به هیچ حزبی دیگه هیچ وابستگی ندارم، توی هیچ حزبی هیچ عضویتی ندارم، هر کارم که دارم میکنم واسه دل خودمه و واسه کشورم ایرانه و واسه مردمی که کنار من بودن تا این لحظه و دوستم داشتم و دیدم که حرکتمو پسندیدن، هرچند از اولم میدونستم حرکتمو میپسندن. آقای مهران کمالپور، من 3 سال برای این کار زحمت کشیدم، شما کجا بودی موقعی که من داشتم این کارا رو میکردم؟ آقای سعید قاسمی که دهنتو باز میکنی و به من حرفایی که دوست داری و میگی، شما کجا بودی موقعی که من 3 سال داشتم در کشور فیلیپین این برای کار مدلینگ تلاش میکردم؟ شما فکر میکنی هر کی از راه رسید راش میدن توی مسابقات؟ بفرمایید شرکت کنیم ببینم چند نفر راه میدن. کلی این مراحل داره، شما هیچ چیز خاصی نداری که اسپانسر بشم. من 3 تا اسپانسر داشتم که اگه پرچم فیلیپینو میبردم بالا از دست نمیرفتم، فقط سر اینکه خواستم پرچم کشور خودم بالا ببرم اسپانسرها گفتن خب برو اسپانسرت از کشور خودت بگیر. هر آدم عاقلی که یک ذره عقل تو کلش داشته باشه میفهمه که اون اسپانسر داره حرف حساب میگه. وقتی که من دارم از کشور خودم شرکت میکنم، وظیفه کشور خودمه که بیاد منو حمایت کنه، اونا نمیان منو حمایت کنن و من مسابقه بعدی رو میام و از کشور اونها شرکت میکنم، ببینم چقدر فرق داره اسپانسر خارجی با اسپانسر در پیتی مثل شما.
واقعا خسته کردین منو، واقعا خسته کردین. یعنی واقعا آقای زرابی شما مهد کودک باز کردین، نه اپوزیسیون، مهد کودک باز کردین. این دنبال اون، اون دنبال این، من اینجا تو اوج استرس الان باید فقط تمرکزم. میدونین اینا تا 6 صبح دیشب نذاشتن من بخوابم، از 12 تا 6 صبح من درگیر کردن دوستان. این آقایون محترم، محترم که نه، نامحترم. درود به همگی. دیشب من تا 6 صبح بیدار بودم. آقای قاسمی من برای من وایس میفرسته، داد و بیداد میکنه. اولا که فکر نکنین با این لاتبازی و این طرز حرف زدنتون من از شما ها میترسم. من هیچ ترس از هیچ کدومتون ندارم. هر چی هستی اگه لاتی واسه ما شکلاتی، واسه من هیچی نیستین. من از هیچ کسی هیچ ترسی ندارم. من اگه ترسی داشتم تو کشوری که ساکن هستم تحت خطرم، این کار اصلا نمیکردم. پس برای من این اداهاتون رو در نیارین. متاسفم برای آقای زرابی، متاسفم برای آقای زرابی بابت اون وایسی که برای من گذاشتین آقای زرابی، و خودتون میدونین. متاسفم، واقعا متاسفم. یه جوری میگن ما اسپانسر شدیم انگار چقدر به من پول دادن. یه لباس برای من دادن که من عکس میگیرم همینجا میذارم، این لباس تو تن من گریه میکنه. یه لباس فیروزه‌ای که من خواستم که نیابت شاهزاده رضا پهلوی و رنگ فیروزه اینو بپوشم برای فاینال، این لباس تو تن من گریه میکنه که من مجبور شدم اینجا باز من لباس بخرم. و اگه من تو کشور خودم اون لباسو میخریدم خیلی از لحاظ هزینه برای من به صرفه تر بود. یعنی اینا به من یک ضرر بزرگی هم زدن. همچنین میگم اسپانسر اسپانسر، انگار من کارتون خواب بودم. اینا اومدن دست من از تو جوب گرفتن، منو بلند کردن فرستادن اینجا. دوستان عزیز، من سه هفته من حتما شات خانم سالا رو میذارم بعد این لایف که نوشته نمیخواد دیگه بری ویزا بگیری، انگار خودتو اذیت نکن. یعنی اینا همچنین میگم ویزا، انگار اینا رفتن ویزای منو گرفتن. من خودم سه هفته از 6 صبح، خانم لیلا صادق شاهد هستن، از 11 شب من راه میافتادم، چون 8 ساعت تا سفارت مورد نظر فاصله بوده و فقط با اتوبوس میشد این راه رو رفت. 8 ساعت توی اتوبوس نشستم رفتم، 7 صبح دم سفارت بودم، 1 ساعت توی صف وایسادم شده 8 صبح تا 10 صبح فقط این سفارت کار میکرده. 2 ساعت تمام من اونجا گردن کج به خاطر پاسپورت آشغالم به هم ویزا نمیدادن. سه هفته تموم امتحانم زدم، یعنی کلی اذیت شدم. سه هفته تموم زرش کشیدم، کلی استرس داشتم. حالا میامیدم ما ترپسر چیم؟ تو خیلی غلط کردی. خود من بودم که تلاش کردم و روزی که اون آدم، روزی که کنسولگر چیم به من سفارتم و داد، گفت من فقط به خاطر لیاقتت دارم به این ویزا رو میدم، چون تو تا لحظه آخر جا نزدی، تا لحظه آخر اومدی اینجا نشستی. روز آخر که جمعه بود و دیگه روز آخر بود برای ویزای من، سفارت چین بسته شد. ببخشید من گریم کنم، اینقدر که اینا من اذیت کردم توی یه هفته. خدا ازتون نگذره. یعنی خانم سالار خیر نبینی، واقعا ازت نمیگذرم. یعنی من از ساعت 7 صبح اونجا نشستم تا 6 بعد از ظهر، سفارت ساعت 10 تعطیل شده. 10 صبح من نرفتم بیرون که ساعت 6 بعد از ظهر همه رفته بودن بیرون. من فقط خواستم با کنسولگر صحبت کنم، چون آخرین شانس من بود. آقای جواد رسولزاده فکر میکنم ایشون هم همون موقع با من داشت صحبت میکرد تو واتساپ که میخواست از ایران برای من ویزا بگیره. یعنی من حتی پشیمون نشدم. آقای رضا زرابی میدونه که من گفتم اگه من ویزامو نگیرم، بلیت که دارم با همین بلیت میرم چین، از خود چین ویزامو درخواست میکنم، یه بلیت دیگه میخرم، یه بلیت چین به ایران میخرم، میگم دارم میرم ایران، ولی پام که برسه به چین اونجا میگم که ویزای چینو میخوام، میخوام برم چینو ببینم. پروازمو از دست میدم، میگم خب جا موندم، میخوام حالا برم چینو ببینم. آقای زرابی اینو میدونن و به من گفتن که خب حالا این کارو بکن، آفرین. این حرفی بود که ایشون من گفت، آفرین که تا لحظه آخر میری و ممکنه ضرر کنی، بازم داری این کارو انجام میدی. ولی خانم سالار من گفت ولش کن، خودتو به در دیوار نزن، ولش کن دیگه بابا جان، اینقدر به من استرس منتقل نکن، ولش کن، نمیشه، بذار من بلیتو کنسل کنم. اینا رو شما میگفتین دیگه خانم سالار، که چقدر از لحاظ روحی روانی منو به هم میریختین با این ولش کن ولش کنتون. بعد
من تا ساعت 5 بعد از ظهر نشستم که شاید این کنسولگر بیاد و من ازش بتونم ویزامو بگیرم. گارد اومد به من گفت خانم تعطیل شده، پاشو برو بیرون. گفتم نمیرم، من تا کنسولگر چینو نبینم نمیرم. و درود همه دوستان. ساعت 5:30 بود که دیگه کنسولگر داشت میرفت خونه شون، یعنی دیگه تعطیل شده بود، کیفش رو اینا دستش. من رفتم گفتم که آقای کنسولگر محترم من با شما صحبت دارم. گفتش که صحبت چیه؟ گفتم این پاسپورتمه، این دعوتنامه من از چینه، این دعوتنامه دولت چینه، این دعوتنامه میسکلو به مسابقه است، من 3 دعوتنامه دارم، اینا من اجازه نمیدم من ویزا بگم. میگم برو از ایران بگی، فقط به این خاطر که من 5 برنگشتم ایران. میگن تو پاسپورتت مشکل داره، بعد برگردی ایران، شاید تو بخوای تو چین پناهنده بشی. آخه چین هم کشوری که من بخوام اونجا پناهنده بشم. بعد ایشون دیگه خورده تته پته کرد، من همونجا زنگ زدم به مسئول مسابقه آقای دکسون. زنگ زدم به ایشون رو گفتم که به من ویزا نمیدن. اون کسی که باعث شد من اینجا باشم مسئولین مسابقه میسکلو بودن، نه شما خانم سالار. لطفاً لطفاً منو بیشتر از این عصبانی نکنین و احترام خودتون رو نگه دارین. بعد ایشون زنگ زد گفتش من 5 دیگه میرم پیش یکی از وزیرای چین، میگم اون برای تماس بگیره و صحبت کنه. من این کنسولگر رو با خواهش و تمنا نگهش داشتم تا این آقا رفته رسیده به پیش یکی از وزیر فرهنگ چین. وزیر فرهنگ چین تماس گرفت و گفتش که ویزای این خانوم بهش بدین بیاد. که این سفارت همشون جای من اینجوری وایساده بودن، که میگن این کیه که وزیر چین داره میگه ویزاشو بده بیاد. وقتی هم ویزای منو داد دیگه ساعت 6 بعد از ظهر بود، یعنی فقط یه کنسولگر بود و یه دونه گارد، هیچ کی دیگه نبود توی ساختمون، کل ساختمون سفارت خالی شده بود. وقتی من اینا داد جای من خم شد، گفت من جای تو خم میشم به خاطر اینکه تو 3 تموم اومدی و رفتی و منصرف نشدی و تو لیاقتش رو داری که توی مسابقه اول بشی. و دفعه قبلی که ما یه نفر رو اینجا اذیت کردیم، یه خارجی بود همینطوری مثل تو، برای ویزاش مشکل داشت، مسابقه ورزشی داشت، رفت و مدال طلا رو برد، که من خیلی از این صحبتش خوشحال شدم. بعد اومدم بیرون و گفتم ویزا گرفتم دیگه. ایشون برای من لباس و فرستاد، و لباسی هم که فرستاد به دست من خیلی دیر رسید. روی اون لباس مالیات خورد که مشکل من نیست، مشکل کشور بوده. مالیات خیلی سنگینی هم خورد، ایشون هم پرداخت کردم با اینکه من مخالف پرداختش بودم. و همین، نمیدونم اینا چطوری با خودشون همچین، دوباره هم میگم آقای کمالپور توهمی زدین که شماها با استرین من اینجا باشم. شما کجا بودین وقتی من ثبت نام کردم؟ من میتونم به شما اینو بفرستم، دعوتنامه منو که برای 4 پیشه، برای 4 پیشه. برای من اصلا عادت ندارم برنامه هامو جای اعلام کنم. من خیلی برنامه هایی، من همیشه برنامه هامو از 10 قبل نوشتم، مثل شما بیکار نمیچرخم برای خودم. یعنی الان من برنامه 10 دیگه همو میدونم چیه. این خانم سالار کیست؟ خانم میترا سالار رو میتونی پیداش کنی. ایشون تو انگلیس نشسته اینطوری راحت، خیالش راحته، هیچ اتفاقی براش نمیفته. همینجوری جون منو گرفتن سر چوب، بازی کنن منو بکشتن بدن خوشحال بشن. نمیدونم واقعا اینا چجوری اسم خودشونو انسان میذارن، چجوری انقدر خوششون میاد من انقدر اذیت کنن توی شرایط حساسی که من دارم. و متاسفم برای همتون، واقعا متاسفم. بار دیگه اینجا اعلام هم دوستان عزیز، من به هیچ حزبی، به هیچ اپوزیسیونی تعلق ندارم، عضو هیچ حزب و سازمانی هم نیستم. عاشق کشورم ایرانم، عاشق مردم محروم، مردم زاهدان، سیستان، بلوچستان، مردم کشورمم، عاشق پادشاهیم، عاشق شاهزاده رضا پهلویم. ولی اگر جمهوریم بشه برای من مسئله نیست. مسئله من براندازی این رژیم، مسئله من رفتن این رژیمی که نابودمون کرده. مسئله که من الان داشتم این بوده که پرچم ما بیاد توی بین الملل بالا بره. مرسی فریبا جان. و این که دیگه واقعا من خسته کردن از این همه لایف های مهد کودکی که میذارن برای من، واقعا خسته شدم.